در بخش یکم این گفتار در مورد نکاتی که روی صفحه می‌بینید صحبت شد. گفته شد که امر سیاسی در ایران با ستیهندگیش مشخص می‌شود. سیاست ستیهنده در ستیز با دولت است. نه صرفاً به عنوان دستگاه قوه مجریه، بلکه به عنوان نظام و قدرت حاکم. در ایران با هر مسئله پای دولت به میان می آید. همواره این گونه بوده، اما این موضوع در دوره ولایی تشدید شده است. فرهنگ ناشی از سیاست ستیهنده به گونه است که هر رخدادی برای معنایابی در قالبی می رود که متناسب با این ستیهندگی است. مثلا یک کالای معمولی گران می شود، خود به خود موضوع از یک پیش آمد اقتصادی فراتر می رود، بار سیاسی پیدا می کند و شاید در صف خرید روزمره به دادن دشنام به رهبر منتهی شود. ستیهندگی یک خصلت پایدار امر سیاسی در ایران است. به نوع سلطه‌گری در ایران برمی‌گردد که برقرار کننده و حافظ یک نظام تبعیض است. شاخص نظام موجود و پیش از آن فقدان انتگراسیون است، یعنی جامعه جامعیت ندارد، عدالت برقرار نیست، تبعیض حاکم است. امکان مشارکت سیاسی و تغییر وضعیت وجود ندارد، چه در دوره شاه چه امروز. انقلاب 1357 مسئله انتگراسیون، یعنی برابری و تبدیل رعیت به شهروند را حل نکرد و حتی به دنبال اون مسئله تشدید شد با برقراری انواع و اقسام تبعیض‌های جنسیتی و عقیدتی و سیاسی. در ادامه تبعیض‌ها و سرکوبگری هایی که پیشتر هم وجود داشت، ستیهندگی، ستیز با مردم، پاسخ دولت، پاسخ مردم است به این وضعیت. یعنی این واکنش مردمه که در برابر اون سرکوبگری های دولت، در برابر اون تبعیض ها به صورتی ستیهنده در برابر دولت بایستند. سیاست ستیهنده همواره آشکار نیست، ولی ما در سطح مقاومت روزمره، در گفتگوها، در کنایه ها این رو میبینیم، ولی مدام این خود رو نشون میده به صورت اعتراض کوچیک، اعتراض بزرگ، تظاهرات، شورش و یک جنبش که ممکنه چند ماه طول بکشه و در نهایت انقلاب. پس سیاست ستیهنده زمینه ای رو فراهم میکنه برای جنبش و خیزش. اینطوریه که میبینیم مرگ مهسا جینا امینی به عنوان قتل حکومتی بازتاب پیدا میکنه و میره در یک قالب ستیهنده قرار میگیره. قضیه در قالب مسئله زن و حجاب تفسیر میشه، یعنی مرگ مهسا، قتل حکومتی، قالب چی است،
مسئله زن و حجاب، بعد اجتماع رو در جلوی بیمارستان کسرا رو داریم، بازتاب رو در میون فعالان زن داریم، روز بعد قبرستان سقز رو داریم و اونجا این قتل یک قالب معنای دیگه پیدا میکنه، یعنی قالب زن به قالب کرد گره میخوره، یه پل زده میشه بین زن بودن و کرد بودن و این پیوند رزونانس ایجاد میکنه، یعنی تنین افزایی ایجاد میکنه، باعث تشدید میشه و بعد این پل که زده میشه یه ترانسفورماسیون صورت میگیره، یعنی میره به یک مرحله بالاتر و قتل حکومتی، مسئله زن، مسئله کرد ترانسفورماسیونی پیدا میکنه که در سطح عموم زن، زندگی، آزادی و گسترش پیدا میکنه. ما در بخش دوم بر روی این مکانیزم کار کردیم، یعنی قالب بندی و معنادهی و پیوند میان قالب ها برای رزونانس، برای تشدید، برای تنین افزایی. تأکید کردیم که برای اینکه جنبش ایجاد بشه میبایست رزونانس ایجاد بشه، میبایست تنین افزایی صورت بگیره، یعنی این مسئله با این مسئله با این مسئله با این مسئله گره بخورن، قالب هاشون، شیوه های معنایابیشون، و وقتی که اینا به هم گره بخورن انرژی که پشت هر مسئله است با هم ترکیب میشن و ترکیبشون چیزی است بیش از جمع ساده بالفعلشون و اینطوری است که در واقع جنبش ایجاد میشه. جامعه ایران جامعه است متکثر، هم مسائل عمومی وجود داره مثل فقر و فلاکت و سرکوب که برای همه عموم کشور یکسانه و هم مسائل ویژه. خیلی مهمه که این قالب‌های معنادهی و جهت دهی و هم پیوند بخورن و سطح پوشش یک جنبش رو وسیع کنن. خب ما این مکانیزم رو توضیح دادیم به این صورت که این مسئله زن هست، این مسئله کرد هست، این مسئله فقر و فلاکت هست. آمدیم گفتیم که این با این گره خورد، بعد یه ترانسفورماسیون ایجاد شد، بعد به صورت زن زندگی آزادی در اومد و مورد پذیرش قرار گرفت و در همه شهرها گسترش پیدا کرد. یک مسئله مهم دیگه اما داریم، مسئله فقر، فلاکت، استثمار شدید، عقب مونده افتادن پرداخت دستمزدها، مسئله بیمه، بازنشستگی، همه این مسائل، مسئله معلمان، مسئله پرستاران، بعد محرومیت در مناطق مختلف از جمله به دلایل زیست محیطی، مسئله اینه که چرا این جنبشی که ایجاد شد به عنوان زن زندگی آزادی با این گره نخورد، یعنی چرا اینجا در این قسمت پول زده شد و در این قسمت یه پول زده نشد که یک جنبش سر تا سری ایجاد بشه. این مسئله است که ما در بخش یک طرح کردیم و گفتیم که خیلی مسئله مهمیه و ما لازمه روی این کار بکنیم، چون اصلا راز جامعه ایران در این هست، فهم این موضوع.
ما در بخش یک یه مقداری صحبت کردیم در مورد تفاوت منطق خیابان و منطق کارخانه و محل کار. گفتیم که جنبش در خیابان به صورت اعتراض، به صورت شورش، به صورت حرکت‌های جنبشی، تظاهرات، اینا رژیم محورن، یعنی میان علیه رژیم، ابتدا آهسته و بعد سریع دشنام میدن، مرگ بر خامنه‌ای میگن، یعنی کلن سیاست محوره، دولت محوره. از مسئله فراتر میره، یعنی نمیان میگن که این مسئله باید حل بشه تا اعتراض ما تموم بشه، یک سر به خاطر اون سیاست ستیهنده میره به سمت رژیم. در کارخونه و محل کار اینگونه نیست، منطق اونجا مسئله محوره، یعنی حقوق عقب افتاده، پرداخت عقب افتاده، اعتراض میکنن، یا پرداخت به شدت کمه، دستمزد بهش اعتراض میکنن، یا ایمنی کار مناسب نیست، شدت کار مناسب نیست، اعتراض میکنن روی مسئله معینی، و نمیشه به همین سادگی یک باره شبیه به خیابان در یه بیمارستان پرستارا یا در یه کارخونه کارگرا یا جلوی آموزش پرورش معلم ها بیان مثلا خواهان سرنگونی رژیم بشه. زمانی این کار خواهد شد وقتی که اعتصاب های گسترده سیاسی صورت بگیره، ولی اعتصاب سیاسی خودش یک مرحله هست که رسیدن به اون کلی مقدمات لازم است. با دادن فراخوان این کار صورت نخواهد گرفت. ما کلن از جای گرم و محیط امن نمیتونیم و روانیست، به لحاظ اخلاقی هم روانیست که بیایم شعار اعتصاب عمومی بدیم. لازم روی مسئله فلاکت تأمل کنیم تا دریابیم چرا جنبش 1401 نتونست با این موضوع گره بخوره، آن هم در شرایطی که انباشت اصلی نارضایتی در میان توده فقیره. واقعیت این هست که فقر و فلاکت به خودی خود عامل خیزش نیستن، برعکس حتی ممکنه جلوی گسترش جنبش رو بگیرن. در شرایطی فلاکت میتونه همدست رژیم باشه و الان اینگونه است، یعنی نوعی هژمونی برقرار بشه، نه هژمونی توهم به این دولت، به دینش، به ایدولوژیش، به قدرت بی پایانش یا هر شکل دیگه از توهم، بلکه هژمونی بیچارگی، یک فلاکت مشدد که باید بفهمیم این رو، ببینیم این چی هست. یعنی توده شورشی هست ولی چاره رو ممکنه در یک وضعیتی، در یک وضعیتی در شورش نبینه، مهیای شورشه ولی شورش نکنه. این یه رابطه دیالکتیکی با شورش برقراره که نیاز داریم بررسی کنیم. برای بررسی بیشتر موضوع در ادامه، یعنی در این بخش دو، وضعیت کنونی رو مقایسه میکنیم با وضعیت به دوره مشرف به انقلاب 1357، سپس میپردازیم به موضوع نظم امور و امکان در هم شکستن اون، بعد در ادامه
نگاهمون رو از جامعه بر میداریم، نه اینکه بر میداریم ولی نگاه میکنیم به اون طرف، یعنی به رژیم و وضعیت رژیم رو بررسی میکنیم برای اینکه تصویر کامل بشه. پس از این اون دوباره بر میگردیم تز اصلی این گفتار رو تشریح میکنیم که چه بود انصداد دوگانه. ما یک حالت انصدادی داریم، هم در طرف جنبش، در طرف جامعه، در طرف مردم و هم در طرف رژیم، و آینده بستگی به این داره که انصداد از کدوم طرف شکسته بشه. از اواخر دهه 1950 عده‌ای که روی جنبش‌ها و انقلاب‌ها کار می‌کردن دریافتند که این پدیده اجتماعی اعتراض و انقلاب گاهی در دوره‌های صورت می‌گیره که بر اثر تغییراتی وضع عموم یک مردم، یک جامعه بهتر شده. وضع عموم، نه اینکه وضع هر، یعنی در مجموع، نه اینکه هر بخشی از جامعه. کسی که در این مورد کار مهم میکرد و کل اندیشه رو الان به نام اون میشناسیم، جامعه شناسی بود به اسم جیمز دیویس، که برای توضیح منظور خودش یک منحنی ترسیم کرد که به منحنی جی مشهور هست، به خاطر اون شکلی که یک نمودار پیدا میکنه که روی صفحه ما با خط قرمز مشخص شده که به شکل جی انگلیسی هست. وقتی اینطوری بخونیمش، نگاش کنیم، این منحنی رو تشریح کنیم، اول به طور کلی و بعد در رابطه با ایران. ما منحنی نیازها رو داریم، بردار نیازها رو داریم و بردار زمان رو داریم. هرچه زمان میگذره انتظار برآورده شدن نیازها بیشتر میشه و این نیازها هم برآورده میشن تا حدی، و این وقتی که دوره رشد وجود داره این منحنی به سمت بالاست، یعنی به این شکل منحنی به سمت بالا میره. یعنی ما انتظار داریم که به نسبت این شیب منحنی درآمدمون بیشتر بشه، ما بتونیم بهتر مصرف کنیم، از امکانات بیشتر بهداشتی یا زندگی برخوردار باشیم و به امیدمون به زندگی بیشتر باشه. به این صورت در واقع در این دوره رشد و رونق این میره بالا، یعنی وضع عمومی به نظر میرسه بهتره. البته در منحنی دیویس وضع عموم بررسی شده، یعنی تفکیک طبقاتی نشده که چطور برای طبقات مختلف این درجه انتظار برآورده شدن نیازها چگونه است. این به هر حال نقصی است در این دیدگاه، ولی باز میتونیم از این استفاده کنیم. یه جایی هست که این سیستمی که اینطوری قول پیشرفت میده دچار بحران میشه، یعنی یک انتظاری از اون میره ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه، و این فشار واقعیت طبعاً روی بخش محرومتر جامعه است. انتظار هست اینطوری بریم بالا ولی این سرش کج میشه به سمت پایین و هی پایین‌تر و یک شکافی ایجاد میشه بین واقعیت و انتظار، و این برای بخش موزبگیر
محروم و مورد استثمار جامعه طبعا بیشتر. این شکاف منجر به انقلاب میشه. در حالتی که فضا هنوز آکنده است از این احساس که وضع داره بهتر میشه. وضع داره بهتر میشه، داره رشد میکنیم، حقوقا بالا میره، و ولی ما خب یه عده‌ای حس میکنن که تعلق ندارن به این رشد، تعلق ندارن به این سیستم، زیر فشارن و فشارها رو اونا هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، دست به شورش میزنن، انقلاب پیش میاد. به این منحنی سرخوردگی هم میگن، یعنی در یک وضعیتی ما سرخورده میشیم. فاصله میان واقعیت و انتظار از حد تحمل پذیر به حد تحمل ناپذیر میرسه، و وقتی به حد تحمل ناپذیر شد انقلاب صورت میگیره. ولی روحیه چی هست؟ روحیه اینه که وضع بهتر میشه، میتونیم وضع رو بهتر کنیم. وضعیت غیر قابل تحمله، ولی این امید رو ما داریم که وضع میتونه بهتر بشه. این حالتی است که ما در 1357 داریم. بحرانی در اقتصاد شاهنشاهی اون سیستم بروز کرد، از علائمش رو میشه از 1352 مثلا دید که هی بیشتر خودشون نشون داد، در تورم، در گرانی، در به هم خوردن در واقع سیستم، برآورده شدن نیازها، و این همراه بود با فقدان مشارکت، با سرکوب سیاسی، و یک توده آماده ای هم وجود داشت برای شورش. کسانی که از این بخش سنتی جامعه کنده شده بودند ولی در بخش به اصطلاح مدرن جامعه انتگره نشده بودند، در بخش مدرن جامعه هم نیروهای وسیعی وجود داشتند که ناراضی بودند چون در سیستم سیاسی انتگره نبودند، بیگانه بودند با این سیستم سیاسی. ولی فضای عمومی همش این بود که همه چیز میتواند بهتر بشود. آخرش این شد که بهتر میتواند بشود به شرطی که این شاه و این سیستم نباشه. یعنی خلاصه کنیم، خوشبینی که وضع میتونه بهتر بشه، به علاوه ادراک بی‌عدالتی و ادراک شکاف و تحمل ناپذیر شدن بین واقعیت و انتظار، این انباشته میشه، یک انرژی جنبشی ایجاد میشه و منجر به شورش میشه، منجر به انقلاب میشه. به این میگیم منحنی جی، منحنی دیویس، یا منحنی سرخوردگی، که به گمان من میتونه فضا رو در انقلاب 1357 تا حدی روشن کنه، یا بگیم جنبه ای از فضا رو، چون این تئوری های انقلاب، در مورد انقلاب تئوری های مختلفی داریم، هیچ تئوری نمیتونه مدعی جامعیت باشه، هر کدومشون یک جنبه رو بهتر دیدن و برجسته کردن. ما لازمه به همشون توجه کنیم و انتخاب کنیم متناسب با وضعیت رو، و تلاش کنیم که
بر اساس تجربه خودمون به یک تئوری انقلاب برسیم. حالا ما میایم این وضعیت منحنی جی رو کوشش میکنیم برای امروز بکشیم، ببینیم که الان وضع چطوره نسبت به 1357. در بررسی منحنی جی شکل کلاسیکش در مورد انقلاب 57 دیدیم که این منحنی برآورده شدن نیازها یا انتظار برآورده شدن نیازها مستقیم به سمت بالاست، رشد یابنده است. یعنی ما این انتظار رو داریم که وضع بهتر بشه. در مورد بخش محروم جامعه وقتی نگاه میکنیم بالا میگیم وضع اینا داره بهتر میشه، وضع عموم داره بهتر میشه، ولی وضع من بهتر نمیشه. ولی این ادراک عمومی وجود داره که وضع داره بهتر میشه، به سمت بالا حرکت میکنه. ولی الان کسی این احساس رو نداره که وضع بهتر میشه. ما احساس عمومی این است که وضع بد میشه. یعنی این منحنی درجه مورد انتظار برآورده شدن نیازها رو که به صورت نقطه چین هست نگاه کنید، به سمت در واقع پایینه، یک سراشیب به سمت پایینه. ما انتظار داریم که وضع بدتر بشه. این انتظار ماست. واقعیت چیه؟ واقعیت بدتر شدنه، نه بد شدنه. یعنی ما انتظار داریم که امسال $2,000,000 بر کرایمون اضافه بشه. میریم صابخونه، میگه که باید $3,000,000 بیشتر بپردازید. انتظار داریم که مثلا سفره رو پر کنیم با این میزان پول، با مثلا $5,000,000 بذاریم برای خورد و خوراکمون. بدتر وضع نسبت به الان، برای سال آینده میگم، میگیم آره بد خواهد شد، ولی وارد سال آینده میبینیم به مراتب از اون چه که فکر میکردیم بدتر شد. یعنی یک شکاف میبینیم میون بد شدن و بدتر شدن. این شکاف شورش ایجاد میکنه. یک بار مثلا 96 رو میبینیم و 98 رو میبینیم و باز ممکنه این رو ببینیم، شورش ایجاد میکنه، ولی ممکنه جنبش ایجاد نکنه. یعنی این فلاکت هی بیشتر میشه و از آنچه که انتظار میره بدترم میشه، ولی ممکنه جنبش ایجاد نکنه، فقط شورش ایجاد کنه. چرا؟ به خاطر این یأس، به خاطر این ناامیدی، به خاطر اینکه این فلاکت فقط یک امر بیرونی نیست، این فلاکت ممکنه درونی بشه، ممکنه یک حس بیچارگی به دست بده. و وقتی این حس بیچارگی درونی شد، با شعار نمیشه کارش کرد، ممکنه
من دست به شورش بزنم، ولی در اندیشه انقلاب نباشم. انقلاب نیاز به یک امید داره و یک چشمانداز داره، و این چشمانداز بسیار پیچیده تر از چیزی است که در خارج عده می سازن، که خیال میکنن که یک رهبر درست کنن و نمیدونم شعار بدن و این قضیه تمام میشه. احتیاج داریم که این موضوع رو ما بیشتر بررسی کنیم. این راز در واقع جامعه ایران هست و این رو باید شناخت. این حالتی رو که دوچار شدیم، بخش بزرگی از جامعه ایران به اون دوچار شده، بهش با عنوان فلاکت مشدد مشخص میکنیم، یا یه بیچارگی در خود بازتابنده، یه بیچارگی فروبسته. یه فلاکتی است که از فلاکت تغذیه میکنه. این فروبستگی، این بازتابندگی، این در خود رفتن، از اصطلاحی استفاده میکنم، اینولوشن، به پیان خیلی ساده و تصویری خوردن گوشت خوده. در علوم اجتماعی در توصیف یک اقتصادی به کار برده شده اصطلاح اینولوسیون، این فروبستگی، که تداوم اون اقتصاد با استفاده ویرانگر از منابع پایه‌ای اقتصاد و بالا بردن درجه استثمار همراه. بحث درباره اینولوسیون در اقتصاد و جامعه ایران احتیاج به جلسه یا جلسات ویژه‌ای داره. ما اینجا به نمودهاش میپردازیم. اول یک نمود عمومی در اقتصاد رو در نظر بگیریم. وقتی که این ایجاد میشه، این حالت اینولوسیون، خب بر اثر این سیاست اقتصادی، تحریم ها، مجموعه عوامل که این اقتصاد رو به بیرون بسته است برای نگه داشتن خودش و رشد خودش، رشد که چرس کنم، برای نگه داشتن خودش رو به درون میکنه و شروع میکنه به خوردن گوشت خودش. و این کار رو با بالا بردن درجه استثمار انجام میده و این همراه با یه تغییراتی در سازماندهی هست. یکی از تغییرات این است که بخشی از این کار استثماری به این بخش پایین‌تر بورژوازی یا به خرد بورژوازی طبقه متوسط منتقل میشه، که شروع میکنن به بنگاهداری، مقاطعه کاری، درست کردن کارگاه های قطعه سازی. و در این بنگاه، بنگاه های در واقع بردهداری که کارگرها رو میگیرن و اجاره میدن و بعد بدون قرارداد رها میکنن، یا در کارگاه های که ثبت نشده به کار میگمارن، درجه استثمار رو هی بالاتر میبرن و تأمین اجتماعی رو کم میکنن. این منجر شده، این حالت به قطعه قطعه کردن طبقه کارگر ایران، یعنی سپردن امور به بنگاه ها، به مقاطع کارها، و این لشکر بیکاران رو میان در واقع استخدام موقت میکنن، به کار موقتی بر میگمارند
بدون قرارداد یا قرارداد سفید و با دستمزد پایین بدون هیچ گونه حقوق و مزایایی و بعد دوباره رها میکنن. این بی‌ثبات‌کاری پدیده شایع هست در بازار کار ایران. ابتدا بیشتر روی فشارش همواره روی زنان بود، ولی بعد الان همه بخش طبقه کارگر ایران رو در بر گرفته. بی‌ثبات‌کاری یک حس بی‌آیندگی میده، ناتوانی در برنامه ریزی میده. شما در نظر بگید 90% بیش از 90% کارگران ایران قرارداد ندارند. بی‌ثباتی اجازه نمیده که شما چشم‌انداز برای زندگی داشته باشید، برنامه ریزی کنید. یعنی دو تا تأثیر میگذاره، یکی جیبت خالیه، یکی قلبت نگرانه، مغزت نگرانه. ممکنه شورش بکنی، ولی این نگرانی عمومی وجود داره که بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه. و این حس بدتر شدن در واقع درونی میشه. انسان ها هم شروع میکنن از گوشت خودشون خوردن. بعض بدتر میشه، فرش زیر پاشون رو میفروشن، مبلشون رو میفروشن، یک اندک جواهراتی طلایی که ممکنه داشته باشن میفروشن. جوانان به حاشیه نشینی رو میارن. حاشیه نشینی فقط حاشیه نشینی در کنار شهر نیست، حاشیه نشینی در سفره نشستن در کنار سفره پدر و مادر هست. یعنی در نظر بگیرید که پدر و مادری هستن بازنشسته، دو سه تا بچه هم دارن که فارغ التحصیلن، ولی در حاشیه سفره اینها نشستن. این اینولوسیونه، اینا پدیده های اینولوسیون هستن در اقتصاد و بعد تأثیرش در روحیه و روان، و بعد یک حس بی‌ثباتی، یک حس بی‌ثباتی در زندگی و بی‌ثباتی در آینده ایجاد میشه. اگر با این مسئله مواجه شدیم که چرا جنبش زن زندگی آزادی که تشریح کردیم که چجوری ایجاد شد با پول زدن بین در واقع قالب‌های مختلف، با این نتونست پیوند بخوره، اون موقع باید نگاه کنیم ببینیم که این چه وضعیت روحی و اجتماعی داره. وقتی که میگیم پیوند نخورد، به این معنی نیست که این نسبت به این جنبش سمپاتی نداره، این محرومان، این طبقه کارگر سمپاتی داره، در شرکت هم کرده به صورت انفرادی، دستگیری هم داده، چنان که مطالعاتی که امیدوارم زمانی منتشر بشه از میون در زندان صورت گرفته از ترکیب زندانیان نشون میده که چقدر از دستگیر شدگان، نه از فعالان شناخته شده، از مردم عادی، اینا از جوانان مناطق حاشیه‌ای و محروم هستند. نه فقط جوانان، بلکه میانسالان هم توشون هست، سالخوردگان هم توشون هست. یعنی این طبقه محروم تک تک سمپاتی دارن، ولی ما نمیتونیم یک حالت جنبشی، این پیوند برقرار نمیشه. این رو باید برگردیم به این عامل فروبستگی. یعنی ما اینجا در پیوند با اینا ما یک انسداد میبینیم. یعنی میاد پیوند بخوره، دچار بلوکاد میشه،
درست. این بلوکاده هست که بهش میگیم انسداد، یعنی باعث میشه جنبش تا یه جای پیش بره ولی از این نتونه فراتر بره. باید این عوامل درونی رو بشماریم. این عوامل درونی رو ما به لحاظ ساختاری طبقاتی باید توضیح بدیم، نه فقط بگیم که حزب رهبری کننده وجود نداره، چهره های رهبری وجود نداره. اصلا اینا بعدا مطرح میشه. ما ابتدا تحلیل طبقاتی احتیاج داریم، تحلیل ساختاری احتیاج داریم. یک انسداد وجود داره و این انسداد به وضعیت اجتماعی برمیگرده. این انسداد پایدار نیست، میتونه در هم شکسته بشه. یک پیشامد میتونه از این ور شروع بشه، یعنی از سمت محرومان شروع بشه. ممکنه در شرایطی مثلا در نظر بگیریم که با یک گرون شدن مثلا بنزین، مثل آب، مثل یه چیز دیگه، یا یک سرکوب در یک کارخونه ممکنه که حالت شورشی ایجاد بشه و این سرایت بکنه و از این طرف هم این زمینه عمومی جنبش فراهمه با تدارکی که زن زندگی آزادی دیده و این انرژی انباشته و اینا گره بخورن و انسداد شکسته بشه. ممکنه چنین چیزی رخ بده، ممکنه هم رخ نده، ممکنه ما فقط شورش داشته باشیم در این شهر یا در اون شهر، یعنی این همه این حالت ها ممکن هست. وقتی میگیم فروبستگی و بیچارگی به معنی تسلیم نیست، به معنی حالت شورشی هست، ولی این حالت شورشی آیا میتونه توش نطفه جنبش در بیاد یا نه، احتیاج به تغییری در روانشناسی داره و این تغییر چگونه پیش بیاد ما نمیتونیم به راحتی پیش بینی کنیم. ما فقط میتونیم بگیم که زمین فراهمه. اون زمین چی هست؟ اون سیاست ستیهنده هست. زمینه اون سیاست ستیهنده چی هست؟ اون بی‌عدالتی و تبعیض عمومی که به عنوان مسئله اینتگراسیونالش حل کردیم. یعنی ما در این گفتار اینها رو بر بنیاد هم ببینیم، یعنی مسئله اینتگراسیون، سیاست ستیهنده، بعد میخواییم بیان ببینیم این سیاست ستیهنده چجوری عمل میکنه، نگاه میکنیم ببینیم امکانهای در واقع جنبش چی هست، کجا رزونانس میتونه ایجاد بشه، کجا متوقف میشه. بعد میپرسیم چرا متوقف شد، چرا پیش نرفت، احتیاج به آنالیز داریم. یعنی این متدی هست که باید به کار ببندیم برای اینکه بتونیم بفهمیم در جامعه چی میگذره. مسئله اصلی اینه که چگونه نظم امور رو میشه در هم شکست. انقلاب یعنی در هم شکستن نظم امور. من یک کارگر در خیابان شاهد تظاهراتی هستم در سال 1401 در دوره جنبش زن زندگی آزادی. با تظاهرات همراه میشم، همراه با اونا شعار میدم، با پلیس درگیر میشم و فرار میکنم. بعد میرم خونه استراحت میکنم چون صبح زود باید برم کارخونه. در کارخونه به حراست، به اون مامورا ناشارم گردن خم کنم، به سرکارگر، به بازرس، به مدیر، در واقع فرمانها رو اطاعت کنم و تن به اون
نظم استثماری بدم و خسته و کوفته دوباره برگردم. ممکنه باز برم در یک تظاهرات شرکت کنم. ممکنه در گفتگو با همکارم بگم سر به تن این رژیم میخوام نمونه به خاطر به این سیستم کلا. ولی همه اینا در چارچوب نظم امور هست. یعنی تا زمانی که من از اصل نظم امور، یعنی تن دادن به این سیستم استثماری، تبعیت میکنم، حتی اگر در تظاهرات شرکت کنم، اون قدم قاطع رو علیه اون بر نداشته. در ایران هنوز نظم امور تکون نخورده به طور اساسی. در 1401 هم تکون اساسی نخورد، ترک برداشته نظم امور. سوال اساسی ما اینه که چگونه در هم میشکنه. در جنبش لحظاتی وجود داره، تصویرهایی وجود داره از در هم شکستن نظم امور. یک عکس جالبی رو میبینیم روی صفحه، جوانانی در حال از در مهابات میبینید که ریختن به فرمونداری، اون صندلی فرموندار رو انداختن بیرون وسط میدون و روش نشستن و در واقع دستشون رو به علامت پیروزی بلند کردن. این جلوه هست از به هم خوردن این نظم امور. وقتی ما صندلی ریاست رو بکشیم پایین، ریاست رو در هم بشکنیم، این نظم اموره. نظم امور میبایست در هم شکسته بشه. تقابل اصلی در اینجاست، وگه نه بخشی از این اپوزیسیون به اصطلاح جزی از نظم اموره. اپوزیسیون راست اصل نظم امور رو، یعنی ریاست رو، سلسله مراتب رو، رعیت بودن رو قبول داره. مسئله ما در هم شکستن نظم اموره. پرت کردن بیرون صندلی های ریاست. هیچ بودگان باید هر چیزی گردند. این در هم شکستن نظم اموری. درباره در هم شکستن نظم امور خیلی بحث شده در اندیشه سیاسی، از جمله بحث شده با کمک آنتونیو گرامشی. مثلا گفته میشه که این سلطه به صورت هژمونی، به صورت در واقع سلطه فرهنگی میاد روی کارگرا و اونا درونیش میکنن و با اینکه مخالف نظم استثماری هستند به عنوان طبقه، ولی تن میدن به این نظم، مثلا میرن در مکانیزم های این، انتخابات این، برنامه ریزی های این نظم شرکت میکنند و عملا علیه منفعت طبقاتی خودشون کار میکنند. قضیه رو ما دیگه با فرهنگ نمیتونیم توضیح بدیم. قضیه خیلی پیچیده تره در ایران. یعنی صحبت سر سلطه فرهنگ یا فرهنگ دینی یا ایدولوژی دینی اینا نیست. در ایران مسئله اصلی الان این درونی کردن
فلاکت. در زمان انقلاب 1357 هم همین مسئله نظم امور وجود داشت، ولی اونجا یه شکافی وجود داشت در نظم امور که دستگاه شاهی نتونسته بود اون رو ترمیم بکنه، حلش بکنه. اون شکاف چی بود؟ توده‌ای بود که از بخش سنتی جامعه که این فرماسیون سنتی در هم شکسته شده بود، یه توده از این کنده شده بودن، رها شده بودن، رابطهشون با زمین گسسته شده بود، از روستا آمده بودن به شهر، در حاشیه شهر سکنا گزیده بودن، جذب فرماسیون جدید نشده بودن. این شکاف وجود داشت در ذات نظم امور و تا بحران ایجاد شد درست در اینجا، در این گسل حرکت صورت گرفت و زلزله ایجاد شد. الان قضیه پیچیده تره. جامعه ایران بسیار پیچیده تر از جامعه 1357. سرمایه‌داری کل جامعه ایران رو شخم زده و نظم امور بر مبنای پول هست. کلا پول به معیار مطلق ارزش ها تبدیل شده. خب دولت هم برای حفظ نظم امور دست به بسیج منابع میزنه. ما دست به بسیج منابع میزنیم. منابع ما چی است؟ یاد هاست، سمبول هاست، خشم هاست، تا حدی سازماندهیه، یه مقداری از چهره هاست، اون انرژی که در سیاست ستیهنده وجود داره و به شکلهای مختلفی اینجا و اونجا انباشته میشه و به صورت یک انرژی فوران میکنه. رژیم هم منابع خودش رو داره، نصب بسیج منابع میزنه. منبع از مهمترش دستگاه سرکوبه و بعد دستگاه تبلیغی برای بی اعتبار کردنه. اما منبع اصلی دولت نظم اموره. نظم امور یک زنجیری از برگردن ما که ما رو این سو و آن سو میبره. ما مخالف هم باشیم باز متناسب با این نظم عادی امور رفتار میکنیم. در برخی جا میگیم خب اشکالی هم نداره، ما نمیتونیم مثلا مقررات راهنمایی و رانندگی رو به هم بزنیم. نه، منظور چند چیزی نیست، یه چیز عمیق وجود داره. ما یه نظمی وجود داره که هر چقدر هم هولناک باشه، هر چقدر هم ما از اون متنفر باشیم، باز طرح فردای خود رو بر اساس روند امروز اون میرسیم. ممکنه، مثال زدم، ما با تظاهرات همراه بشیم، شعار بدیم، با پلیس درگیر بشیم، فرار کنیم، ولی فردا صبح دوباره سر کار بریم و تابع اون نظم امور باشیم، تابع اون نظام فرماندهی باشیم. ما ناچاریم سر کار بریم، ناچاریم خیلی چیزها رو رعایت کنیم، خیلی جاها مجبوریم سرخم کنیم. چرا؟ مسئله فلاکت. این نظم امور ادامه داره و این تظاهرات، شورش، گویا اختلال خاصی رو ایجاد نمی کنه. تصور کنید که ما هممون در داخل یه صف حرکت می کنیم. یعنی این صف رو در نظر بگیرید به عنوان نظم امور. دولت هم ناظر ماست. آنچه که ما رو تابع نظم امور میکنه نه این پلیس است، بلکه خود صفه. ما از این صف گاهی خارج میشیم، شعار میدیم و دوباره برمیگردیم در داخل صف. پلیس هم که نباشه ما در داخل این صف حرکت میکنیم. اینه
البته در صف قرار گرفتن، نظم داشتن لازمه مدنیت. منظور من در اینجا تبعیت از این نظم مدنی نیست، بلکه از یه چرخی، یک نظم نکبته، یک نظم خار کننده است. بخشی از زنان به شورش و مقاومت در برابر این رسیدند و الهام بخش هستند. تصور کنید که ما اسیر هستیم در یه زندان، آرزومون آزاد شدنه. میشه شورش کرد، میشه خارج شد، ولی ما بیرون از زندان سرپناهی نداریم و آب و غذای یافت نمیشه، میمونیم توی زندان. اما تصور کنید که همزمان زندانهای دیگه شورش کنن و همه بیرون بریزن، اون موقع تشویق میشیم و این امید ایجاد میشه که ما میتونیم یه نظم دیگه برقرار کنیم و ما مجبور نیستیم بین انتخاب میان فلاکت بیشتر با پذیرش وضعیت موجود. مسئله اینه که این امید در ما ایجاد بشه. این یک لحظه تعیین کننده است برای شرکت طبقات محروم در یک انقلاب، نه به صورت شورش لحظه‌ای، بلکه شورش بر کل نظم، بر یک شورش دگرگون کننده. دوباره بیایم متمرکز بشیم روی منابع رژیم برای کنترل. منبع سرکوب رو داره، منبع ایدئولوژیک رو داره و نظم فلاکت رو داره. این خیلی مهمه گفتیم. نظم فلاکت یعنی نظمی که تصور میشه بی نظمی در اون به فلاکت بیشتر منجر میشه. به این میگیم بیچارگی در خود باستابنده، بیچارگی فرو بسته، اینولوسیون. هژمونی این فلاکت، این بیچارگی در خود رونده، بیچارگی مشدد باعث میشه که جنبش به سطح برسه ولی از اون نتونه فراتر بره. جنبش البته میتونه به شکل خفیف و موزه ادامه پیدا کنه، ولی به هر حال باید پیش بره و هیچ جنبشی نمیتونه در یه سطح بمونه. افت انرژی پیدا میکنه، تبدیل به حرکت های موضعی میشه، ولی جنبش یعنی پیشروی و پیشروی نمیکنه وقتی که به این مانع های درونی خودش برسه، یعنی دچار انسداد بشه. تکرار میکنم که فقط با فرهنگ و فکر و ایدئولوژی توضیح ندیم این وضعیت هژمونی فلاکت رو. زیر یک هژمونی بودن فقط به شکل این نیست که ما مجذوب یک فکر بشیم، رضایت خاطر نیست، سازش نیست، درونی کردن یه تربیتی نیست که مثلا از مدرسه و مسجد و رادیو تلویزیون گرفته باشی. تن دادن و چاره دیگر نداشتن، خوشنودی از یه وضعیت یا اعتقاد به یک کیش و آیین یه چیزه و نگرانی از آینده و چاره جز تسلیم و انتظار ندیدن یک چیز دیگه است. عده‌ای خب از رژیم پیروی میکنن به دلیل اعتقاد دینی، تعداد اینا خیلی کم شده. عده‌ای هم خب امتیاز میگیرن از رژیم
و امتیاز حلقه وصلشون هست به رژیم. اعتقاد دینی و امتیازوری هم میتونن با هم ترکیب بشن، این هسته سخت رژیم رو اینا تشکیل میدن که این اعتقاد رو دارن، حالا ظاهری یا باطنی رو کار نداریم، ولی بعد همراه شده با گرفتن امتیاز و اینا میان هسته سخت رو تشکیل میدن. در بیرون ما با توده مردم گفتیم ما با یک حس بیچارگی مواجه هستیم و این حس بیچارگی میتونه درونی بشه، ذهنیت رو بسازه و فرد رو از عمل و مقابله باز بدارد. طبعا این حس در همه یکسان نیست. برخی ها ممکنه بگن همین که داریم خوبه و نباید خطر کنیم که از دستش بدیم. ادعی هم ممکنه بگن چیزی نداریم، از این هم ممکنه بدبختر بشیم. با این مشکل صرفا با عرضه یک برنامه خوب برای آینده و امیدوار کردن نمیتونیم مقابله کنیم. یعنی بیان بگه من به شما چشمانداز میدم، من به یک برنامه خوب میدم و طبق این برنامه خوب اگر ما رفتار کنیم امید داریم به آینده و میتونیم آینده خوبی داشته باشیم و اینم جمع رهبری و میریم با هم، اینطوری نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. متاسفانه پیچیده تره، این کارا رو باید انجام بدیم ها. ولی مسئله با اراده گرایانه نمیشه حل کرد. خب ما میتونیم افراد معینی رو مورد خطاب هژمونیک قرار بدیم، مثلا دانشجویان یا کارگران جوان رو، آنهایی که در زندگی فردی هنوز در موقعیتی قرار دارند که فکر میکنن میشه تصمیم گرفت، میشه انتخاب کرد، میشه عوض کرد. اما یک کارمند یا یک کارگر دارای خانواده میانسال یا مسن ممکنه با تغییر همدلی داشته باشه، حتی در یک تظاهرم شعار داشته باشه، اما ممکنه برای اعتصاب سیاسی پیشگام نشه. به خاطر این وضعیت وضع از همین که هست میتونه بدتر بشه. دوباره ممکنه شورش موضعی پدید بیاد یا یک اعتراض وسیع. یعنی در آینده باز ممکنه هم 96 تکرار بشه، هم 98 تکرار بشه، هم 1401، و هیچ کدوم از اینا نظم امور رو به هم نزنند. ما میبینیم که در نیروهای مخالف هم به اصطلاح تلاشی هست برای احیای نظم امور. دیدیم که شعار زن زندگی آزادی که داده شد، بلا فاصله در این اپوزیسیون ادعی خواستن اینو وارد نظم امور کنن، مکملشو کردن مرد میهن آبادی و بعد کوشش کردن اونو سرکوب کنن، به زیر ببرن. یعنی میخوان همه چیز در چارچوب نظم امور باشه و چه چیزی تغییر کنه؟ این طبقه حاکم عوض بشه. یعنی مشکل ما پیچیده است. نظم امور هم دستای زیادی داره. این پدیده بیچارگی فرو بسته، این بیچارگی تو در تو طبعا برقرار نمیمونه. اتفاقا مجموعی از حرکت ها در میون طبقه کارگر ایران هست در واکنش به این پدیده اینولوسیون که نشون میده آمادگی وجود داره برای حرکت. طبقه کارگر ایران
درش این ادراک پدید آمده که مسئله بی‌ثباتی، بی‌ثبات‌کاری چی هست، مقاطع‌کاری چی هست، تلاش هایی میشه برای پیوند زدن بین کارخونه ها و جلوگیری کردن از این فراگمنتیشن، از این قطعه قطعه شدن، ولی خب کار بسیار سختی است. همه اینا رو تشریح کردم برای اینکه پدیده انسداد رو توضیح بدم. انسداد یعنی ما تا جای پیش میریم، پس از اون دیگه نمیتونیم حرکت کنیم و جنبش افت پیدا میکنه یا درجا میزنه یا خودش رو تکرار میکنه. و جنبشی که خودش رو تکرار کنه بعد از مدتی دچار افت میشه. الان وضع اینجوریه، برای اینکه این جنبش پیش بره باید طبقه کارگر از اسارت اون فروبستگی رها بشه. طبقه کارگری که میتونه بقیه محرومان رو بکشه، باید یه اتفاق بیفته. این اتفاق که یه دوگم رو بشکنه، این دوگمی که ما هر کاری کنیم بدتر خواهد شد. این فقط یه روانشناسی نیست، اینکه هی وضع بدتر میشه. با شعار دادن و شور دمیدن هم حل نمیشه، یه وضعیت عینی وجود داره. این نظم امور باید در هم شکسته بشه. این موضوعی است که ما باید روش کار کنیم، آمادگی داشته باشیم. طبعاً ما آمادگی برنامه‌ای داشته باشیم، آمادگی سازمانی وجود داشته باشیم. همه اینا به ما کمک میکنه که از یک موقعیت شورشی بتونیم استفاده کنیم به یک موقعیت جنبشی و گسترش جنبش برسیم. کار زیاد است. در 1401 یک مسئله که بهش توجه میشد این بود که این حرکت ها، این تظاهرات آیا باعث گسستی در میون نیروهای سرکوب میشه یا نه. و به درستی به این موضوع توجه میشد که این موضوع مهمه که در دستگاه سرکوب باید ترک ایجاد بشه، باید شکاف ایجاد بشه و هر چقدر جنبش قوی تر باشه این احتمال بالا میره. بیایم در تقابل مردم و رژیم ببینیم که اون نقطه بهینه، اون نقطه برگشت ناپذیر کجاست. در سمت مردم حالت بهینه حالت رزونانسه، یعنی برهم افزایی جنبش، که ما نمونه رو دیدیم که چطوری این قالب بندی ها، این فریم ها به هم گره میخونن و رزونانس ایجاد میکنن و مهمترین حالت برهم افزایی این هست که طبقه کارگر حرکت کنه، محرومان حرکت کنن با خواسته های عمومی جنبش و این جامعه با کل انرژی جنبشی خودش به حرکت در بیاد. این در سمت جنبش. در این حالت باز رژیم میتونه سرکوب کنه، میتونه حتی بمباران کنه، میتونه تانک بیاره توی خیاب، حکومت نظامی برقرار کنه.
ولی تجربه انقلاب 57 و اتفاقات دیگه در جهان نشون میده که این نیروی جنبش بالاخره یک شکافی هم در درون رژیم ایجاد میکنه و از هم گسستگی ایجاد میکنه. حالت بهینه، نقطه بهینه اینه که بر هم افزایی جنبش و از هم گسستگی رژیم یک جای تلاقی کنن و اونجا میشه یک نقطه بازگشت ناپذیر که با یک دایره قرمز این رو روی صفحه نشون دادم. این خیلی مهمه. ما در انقلاب 57 چند نقطه ای رو داشتیم. از هم گسستگی رژیم خودشون نشون داده بود از زمانی که شاه گفتش که صدای انقلاب شما رو شنیدم، پیش از اون فرار شروع شده بود. طبقه حاکم چمدون ها رو داشتن میبستن و فرار میکردن، ساواکی ها فرار میکردن، ژنرال ها فرار میکردن، تمرد شروع شده بود. هر کاری میکردن برعکس میشد، یعنی حکومت نظامی بدتر میکرد بدتر میکرد و از رو حکومت ها رو عوض کردن. و یک جایی هست که این گسست خیلی جدی شد. رژیم شاه واقعیت اینه که سرنگون نشد، فرو ریخت. در واقع از دو سه ماه قبل این آوار رو میشد حس کرد وجودش رو. این دو سه ماه آخر مذاکره برای انتقال و اینجور چیزا وجود داشت و یه دست و پا زدن های بی خودی. یعنی این خیلی مهمه در تحلیل انقلاب 57. نقطه تعیین کننده 22 بهمن نیست. میتونیم همون آذر ماه رو بگیریم یا اون زمانی که شاه به هر حال اون نطق رو کرد بگیم که کار تموم شد. بقیهش در واقع یه دوره انتقالی رو ما داریم. ولی الان ما هنوز نمیبینیم به صورت چشمگیر این حالت فرو ریختگی رو. یعنی ما در 1401 میبینیم رژیم در مجموع نه این صدا یا اون صدا، در مجموع یک دست در برابر جنبش ایستاد و دستگاه سرکوبش رو هم تونست، یک دستی دستگاه سرکوب رو حفظ کنه. و در سالگرد آغاز جنبش دیدیم که با چه نظمی این نیروهاشو آورد توی خیابون که نمایش قدرت بده. ولی کلن تز این هست، چه در مورد انقلاب 57 عمل میکنه چه در حالت کنونی، اینه که وضع جنبش تابع وضع رژیمه، وضع رژیم تابع وضع جنبشه. تابع اینجا یه مفهوم خیلی پیچیده تری باید به کار بونه. یه ارتباطی وجود داره که حالا معادله این
اگر تصور ریاضی بکنیم یک معادله ساده نیست بین این دوتا وقتی از ارتباط ثابت میکنیم، یعنی یه تابع ما پیچیده ای داریم. ولی امید بر اینه که جنبش کاری کنه که رژیم در هم گسسته بشه، در هم گسستگی رژیم بازتاب پیدا کنه، در میان جنبش نیرو بگیره، تأثیر بذاره روی رژیم، شکاف رو بیشتر کنه، تأثیر بذاره این پدیده روی جنبش، و همینطوری رسیپروکال، همینطوری متقابل اینا پیش برن. ولی چجوری خواهد شد اینو ما نمیدونیم. آنچه که ما میدونیم از اینه که بیایم نگاه کنیم از 88، یعنی از زمان جنبش سبز تا کنون، اینه جنبش 88 شکست خورد، رژیم هم شکست خورد. در سال شورش 1396 سرکوب شد، رژیم هم ضعیف شد. 98 سرکوب شد، رژیم هم ضعیف شد. 1401 سرکوب شد، رژیم در موقعیت بدتری قرار گرفت، نه در موقعیت شاد و پیروز، در موقعیت بدتری قرار گرفت. رژیم سرکوب میکنه اما در موقعیت بهتری قرار نمیگیره. این موضوع خیلی مهمه. این موضوع ما رو به بحث انسداد رژیم میرسونه. کار رژیم هم فرو بسته است و نمیتونن گره از این کار فرو بسته بکشاین. ما انسداد میبینیم در درون رژیم، مشروعیت رژیم ترک خورده، نمیتونن احیا کنند، صفوف خودشون رو نمیتونن متحد کنند، یک تغییر نسلی در پیشه، داره میمیرن برخی از سرانشون و نمیتونن این مشکل رو بدون تشنج، بدون تنش و بحران حل کنن. همه چاره جویی‌هاشون کوتاه برده و اون چاره جویی‌های کوتاه بردش هم به اون جوابی که میخوان نمیرسن. نمونش نگاه کنید در برنامه ریزی‌های دولت رئیسی، کل خط مشیشون تناقض‌آمیز شده. برای حفظ قدرت سیاسی باید سرکوب کنند، باید قدرت رو بسپارند بیشتر و بیشتر و بیشتر به سرداران، اما از طرف دیگه برای حفظ خودشون باید وضع اقتصادی رو بهبود ببخشند و با عزیمت از سلطه طبقاتی باید خط مش رو عوض کنند و معیارهای اقتصادی رو به جای معیارهای امنیتی مبنا بگذارند. ولی نمیتونن این کارو بکنه. امنیت براشون مهمتره. امنیت رو میچسبن، اقتصاد رو نمیتونن نگه دارن. اقتصاد رو بچسبن، امنیت رو از دست میدن. یک نمود این انسداد اینه که هم بازتولید مشروعیت دچار شده، بحران شده، هم بازتولید سرمایه. گرایش به سرکوب در هر دو محور بحران رو تشدید میکنه. این فروبستگی که ما صحبت کردیم، این اینولوسیون در مورد جامعه، در مورد رژیم هم صدق میکنه. رژیم هم مدام داره از گوشت خودش میخوره. رژیم منبع تازه‌ای رو دست پیدا نمی‌کنه. و
برای مشروعیت، برای بنیه اقتصادی. فرصت نیست در اینجا که من به تفصیل وضعیت رژیم رو بررسی کنم. یک مقاله اخیراً منتشر کردم به اسم طبقه حاکم و خیال پردازی آیان، که در اون مقاله من یک تحلیل سیستمی پیش گذاشتم، فراکسیون های طبقه حاکم رو بررسی کردم و وابستگی هاشون به همدیگه و کلش به عنوان سیستم و تبادل هایی که در اونجا وجود داره و مشکلاتی که دارن، و بعد این چشم‌انداز که مدام انتقال صورت بگیره به سمت بخش سرکوب، این چه پیامدهایی، چه تأثیراتی روی بخش های دیگه، فراکسیون های دیگه در واقع طبقه حاکم داره. در اون مقاله تاکید شده که این جنبش رهایی بخشه که ضربه میزنه و شکاف در درون طبقه حاکم رو تشدید میکنه، ترمیم ناپذیر میکنه. اما هنوز با وجود محسوس بودن بحران در درون رژیم، هنوز روشن نیست که اون نقطه که جنبش برآمد پیدا میکنه و یه بخشی از طبقه حاکم به این نتیجه برسه که پروژه جمهوری اسلامی دیگه نمیصرفه، کی به اینجا خواهند رسید هنوز روشن نیست، ولی به نظر میرسه که ما فاصله زیادی تا اون موقع نداریم. خب، به پایان گفتار رسیدیم. حالا وقت هست که اون تز اصلی رو یک بار دیگه تقریر کنیم با یک توضیح مختصر. انسداد دوگانه یا فروبستگی دوگانه. ما جامعه رو بررسی کردیم، جنبش رو بررسی کردیم و به یک انسداد رسیدیم، دیدیم که نمیتونه پیش بره، و بعد از این طرف آمدیم رژیم رو بررسی کردیم و دیدیم که رژیم سرکوب میکنه ولی پیروز نمیشه و رژیم هم مدام وضعش بدتر میشه. رژیم هم دچار یک انسداد هست. ما یک انسداد دوگانه داریم، هم در درون مردم، در درون جنبش، و هم در درون رژیم. یه طرف این انسداد رو بشکنه، دیگری رو هم دگرگون میکنه. ما دیدیم که یه تابعیت پیچیده‌ای بین این دو قطب برقراره. از طرف جنبش نگاه کنیم، جنبش حرکت کنه باعث میشه شکاف در میون رژیم ایجاد بشه، این باستاب پیدا کنه در میون جنبش، تقویت جنبش، و تقویت جنبش منجر به شکاف بیشتر در میون رژیم بشه. از طرف رژیم نگاه کنیم، شکاف در میون رژیم باعث تقویت جنبش میشه و این جنبش تقویت یافته، قوی شده، باستاب پیدا میکنه و شکاف بیشتری رو در میون رژیم ایجاد میشه. یعنی ما یک وضعی داریم که انفجاریه، ولی معلوم نیست این انفجار کی رخ بده. مهمترین کار ما تدارک و سازماندهی، آگاهی، تدارک، سازماندهی، این کاری است که ما باید انجام بدیم. رژیم هم تدارک میبینه، اما مشکل رژیم اینه که فقط امنیتی میبینه و زمان رو از دست میده. زمان علیه رژیم عمل میکنه. موضوع اینه که
این انسداد از کدوم طرف شکسته بشه ابتدا و چگونه، این خیلی مهمه. این عاقبت پیچیده است، عاقبت کار همه چیز حالت پیش آمدی داره. در نمونه قتل حکومتی مهسا دیدیم که از این قتل ها زیاد پیش آمده ولی به جنبش منجر نشده، ولی یه دونه قتل بود که باعث شد این حالت پیوند خوردن فریم ها، قالب بندی ها صورت بگیره، رزونانس ایجاد بشه و جنبش ایجاد بشه. اینو نمیشه برنامه ریزی کرد، این پیش میاد، ولی کی پیش میاد، چگونه پیش میاد نمیدونیم، ولی وقتی پیش میاد اگر ما تدارک دیده باشیم، اگر سازمان داده باشیم، اگر آگاهی داشته باشیم روی مکانیزم ها، طبعا میتونیم بهتر استفاده کنیم. پیچیده نگاه کنیم، ممکنه شکاف در میان رژیم، در میان مردم هم شکاف ایجاد بکنه، یا به بیان دیگه شکاف های موجود علنی بشه. مثلا فکر کنید که در درون رژیم یه شکاف ایجاد بشه، یک سرداری بیاد بالا، حالت بوناپارتی به اصطلاح، و با یک دست قوی و بگه که من همه رو میشونم سر جاشون و حتی آخوندار رو هم از جلوی صحنه کنار بذاره و با یک حالت اقتدار پیش بیاد. این میتونه در میون مردم هم شکاف ایجاد کنه، یعنی یه دی بگن آه این همونیه که ما میخواستیم، یا وایسیم ببینیم چه کار میکنه. در اپوزیسیون ما هم که بخش راست و راست افراطیش کشته و مرده چکمه و اقتدارن، یه دفعه ممکنه یک دی از زیر پرچم رضا پهلوی بپرن زیر پرچم این سردار. این استعداد کاملا وجود داره در بخش اقتدارگرای ما. ممکنه یه جور دیگه هم بشه، ممکنه در یک بحران یک چهره به اصطلاح اصلاح طلب بیاد روی کار و بعد یه بلوک تشکیل بشه از بخشی از اصلاح طلب ها و بخشی از مردم، مردمی که آزادی میخوان، و بعد یک حرکت های حول این محور صورت بگیره و بعد دوباره شکاف های دیگه ایجاد بشه. همین حالت ها هست. حالت محتمل ترانزیشنه، ترانسفورماسیونه، پی در پیه. یعنی اینا میرن، حوادث یه حلقه پیدا میکنه، حول این حلقه، حول این محور حرکت صورت میگیره، دوباره یه بحران دیگه و دنده عوض میشه، میفته روی یک محور دیگه و دوباره پیش میره، دوباره پیش میره. یعنی ما یک وضعیت پیچیده‌ای روبرو هستیم. بعیده، یعنی الان میگم بعیده که ما با یک حالت 22 بهمنی مواجه بشیم. ما با حلقه های بحران، مرحله های بحران مواجه خواهیم شد. مهمترین کار آگاهی بر مکانیزم، تدارکه، بتونیم از فرصت‌ها استفاده کنیم، خواسته هامون روشن باشه و امید رو در خودمون بپرورونیم و آماده باشیم که در این طوفان ها حرکت کنیم.